دولت فرانسه اصلاحات جنجال برانگیز قانون کار را بدون رأی‌گیری در مجلس تصویب خواهد کرد. این تصمیم روز سه‌شنبه و در پی عدم توافق دولت و نمایندگان مجلس بر سر لایحه اصلاحات قانون کار گرفته شد. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه ضمن اعلام این تصمیم در جمع نمایندگان مجلس گفت: من این کار را انجام می دهم. ما این کار را انجام می دهیم برای اینکه معتقدیم این طرح به نفع اشتغال پایدار عمل خواهد کرد و امکان ورود کسانی که کنار گذاشته شده اند به بازار کار فراهم خواهد شد. به صورت خاص کسب و کارهای کوچک ما نیز قادر به استخدام کارمند می شوند. این قانون به کسب و کارهای ما انعطاف پذیری و امکان واکنش می دهد. لایحه اصلاح قانون کار در ماه‌های اخیر با اعتراضات شدید خیابانی مواجه بوده است. مخالفان معتقدند که این اصلاحات به نفع کارفرمایان است و اخراج کارگران و حقوق بگیران را آسان‌تر و امکان مذاکره و چانه‌زنی کارکنان را محدود می‌کند.